سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام جو کوکتل تیوی و امروز اومدیم با یه ویدیو جدید و میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به با آهنگ رینگ که بتلی بود بین امیر خلوت و خشایار اس آر اما قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال سابسکرایب کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که هم ویدیو رو داشته باشیم خب میخوایم آهنگ رینگ رو بررسی کنیم ببینیم که کی واقعا کی رو زد و برنده این بتل کی بود به حال بتل وقتی اسمش میاد باید یه برنده داشته باشه من از روی سایت جینیس تکس رو آوردم و میخوایم با هم یه کوچولو بررسی کنیم اول نظر خودمو میگم بعد نظر مردم رو بررسی میکنیم که ببینیم چی گفتن خب همونجور که میدونید داستان آهنگ اینجوری بود که یه سری درگیری ها رو با هم داشتن و تو این درگیری ها که داشتن امیر خلاط اومد یه پیشنهاد داد دقیقا مثل پیشنهادی که سام ویلسون به رضا پیشرو داده بود که توی آهنگ بغل هم بخونن و قبول کرد اینو خشیار اسار قرار شد. یه سری بیت انتخاب بشه و هر بیتی که جفتشون دوست داشتن پنج روز وقت که بنویسن بدونه که ورس هم گوش بدن و این آهنگ بیاد و یه بتلی باشه و خب یه بحث این وسط هست که میگن اولین بتل بعضی میگن نه نیست اولیش مال گروه ما از نابغه هاست اگه اشتباه کنم اون داستانش با این فرق داشت خیلی هم فرق داشت اون هنگ دیست زد بازی بود و توش یه تیکای فان همو مثلا به چلنج میکشیدن ورس همو شنیده بودن و روی ورس هم نوشته بودن یه بیت اون میگفت یه بیت این و فرق داشت اولین باری که دو نفر روی بیت حالا نمیدونم شاید باشه من ندیدم ولی اولین باری که دو نفر روی بیت میان و شروع کنن همو دیس کردن و بتل میکنن اینجوری تو ایران حالا بیت انتخاب شد و ما هنگو شنیدیم بازخوردش بالا بود ریاکشن همه ویوش بالا و خیلی باحال بود دوتا هم اسپانسر داشت و خیلی ازش استقبال شد و امیدواریم که بیشتر بشه کار از لحاظ میکسومستر و این داستان خیلی خوبه اما خب بخوایم کار رو به دو روش ببینیم اول از همه اینو بگم که خب بتل و برندش و مردم چیز میکنن چی میگن انتخاب میکنن و به نظر مردم چه بتل حالا جایی باشه که تماشا چیز زنده هست و اینا نسبت به اون که برای کی صدا بیشتر میکشن و رای بیشتر میدن انتخاب میشه همه جای دنیا اینه و برنده بتل مردم مشخص میکنن اینجوری نیست که بگیم نه مثلا فلانی چون خوب بود و اینا ولی خب اول کار ما میایم از لحاظ تکنیکی و این داستان یه سری چیزاشو بررسی میکنیم بعد میریم ببینیم, ببینیم که مردم چی گفتن و نظر مردم چیه خب کار با ورس امیر خلوت شروع میشه و بخوایم ورس رو بخونیم میگه که یا حق این هم آخه خب بگو شانس ما داریم که جای این سگ ما رو بگیره این وزق کچل اومدی چسبیدی به کون ما لقمه بگیری ها تو رو باید دیس کنه همون تتل حول خب خیلی ها من دیدم توی نظرها اینا میگفتن که رایمای امیر خلوت درست نیست اونم به خاطر همین مثلا این یتیک هست. و حالا میریم پایتر میبینیم اما اگه خوب دقت کنیم که مهندسی رایم باحالی داره میبینید یه مصر در میون قافیه داره قافیهش هم خیلی جالبه قافیه که نه رایم رایم خوب داره و از فرم رایمی مستوت مستوت سامد استفاده میکنه خوب نگاه کنیم یا حق اینم بگو شانس ما داریم خب اینجا هیچی که جایی سگا ما رو بگیریم وزق کچل و این وزق کچل اینجا داشته باشین وزق کچل اومدی چسبوندی چسبیدی به کون ما لغمه بگیری ها تو رو باید دیست کنه همون تتل حول میاد پایین تر میگه این لباس ها اندازه خیک تو نیست ولی با پای خودت خوب اومدی وسط هچل اینا نصیحت پسر دیس به تو نیست این دفعه میگیرمت و یه بره دهن کجم خب چی شد اینجا میبینیم هر یه مصر در میان داشتیم وزق کچل تتل هول وسط حچل دهن کجم و فرم رایمی مستوید مستوید سامتو اوورده مهندسی رایمش خیلی بالد خب اما اگه اینجا رو خوب دقت کنیم میبینی اون دوتا مصر اون وسط برخلاف بالا که قافیه نبودن رایم نبودن رایمه چجوریه میگه این لباس اندازه خیک تو نیست ولی با پای خودت خوب اومدی وسط هچل اینا نصیحت پسر دیس به تو نیست ببین خیک تو نیست دیس به تو نیست و به نظرم این یه تیکه مهندسی رایم خیلی باحال بود و خیلی قشنگ چیده بود بعد خب حالا میایم پایینتر نمیخوایم همه همه رو خیلی دقیق ببینیم که یکم شاید حوصله سرور بشه اما وقتی میایم تر یه جو باز یه مهندسی رایم جالبتری داره که اگه من اینجا پیداش کنم میگه که دست اومدیم تو بازی میریم دست پر ما رپرها به امثال شما میگیم اسل دیدیم دست میزنی به بیت مردم واسه رب شما سمترن نیشه کجدم و اینجا هم خیلی قافیاش بود دیدیم دیگه دست پر امثال شما میگیم از هول. دیدیم دست میزنی به بیت مردم نیشه کجدم که اینجا تا دست پر میبینیم که عین همه و بعد میاد رو بیت مردم یکم یه جای فتح و عوض میکنه و یه قافیه دیگه میگه بیت مردم نیشه کجرم که به بالایی هم میخوره و مهندسی رایمش کلا باحال بود امیر خلوت و خیلی جالب بود اما خب میرسیم به ورس کچی بیت یا خشار اسار که خب ورس اونم باحال بود مهندسی رایم خوبی داشت اولین جایی که خیلی به چشم میاد شاید بیشترین جایی که به چشم میاد ها قافیه های باحالش یا رایم های باحالش اینجا میگه که رسید اما ام فیت بیت توشم میکنمت من با بیتله تو اونایی که میگی به درد و فید زید کچلم چون چون خودم پشمام ریخته و خب اینجا اگه بخوایم دقت کنیم میبینید میگه رسید اما ام فیت من با بیتله به درد و فید زید پشمام ریخته و خب اینجا رایمان را نگاه کن اما ام فید بیت خیلی باله ببین اما ام فید من با بیتله ا با من جفتشون ا دارن من اون اولش م ا داره بعد با با ما بیتله هم که فیت بت دقیقا رای من میایم پایین تر اینجاش خشنگ میه در دا فیت زی در که باز با ا و ما با با و وقتی میگه ببخشید ما با دا میگه دا فیت بالا ما فیت و خیلی بالا اینجا اما یه نکته جالب دیگه هم داره اولش میبینی میگه تو اونایی بعد میگه چو اخ خودم میبینی تو ا چو اه چون حالا چه و با و اه با اه. و این یتی فکر می‌کنم بهترین مهندسی رایم رو داشت توی ورس کچی بیت و خیلی رایما باحال بود خیلی تیکه ها باحال بود اما خب این فرق این یه از رایما رو ببینیم زیاد بخوایم چیز کنیم دیگه خیلی کش میاد من فرق دو جا از بهترین های دو تا ورس رو با هم ببینیم و از لحاظ رایمی خب حالا اینا رو دیدیم که حالا درباره رایما یکم حرف زده باشیم و ببینیم که رایما چه اما خب می‌خوام یه جنببندی کلی بکنم از آهنگ خب ما توی ورس خلوت میبینیم که خلوت یه استایل خیابونی داره اما متاسفانه همون فلو همیشگیشه که تنها انتقاد من به خلوت اینه خلوت خیلی خوبه ولی فلوش تقریبا یه پنج سالی هست که یکیه و من بعضی وقتا فکر میکنم دارم همون آهنگ قدیمیشو گوش میدم با یه تکس دیگه یعنی مثلا ادامه همون آهنگه و ولی خب استایل خیابونی باحالی داشت که به بتل خیلی میخورد ولی خب یکم این فلو امیر خلوت کاش یکم عوضش کنه اما در کل یه yeah, خیلی هم باحال تیکاش هم خیلی باحال بود تیکای باحالی میاد قشنگ بتلی میاد و خیلی هم کوبنده میاد خشارستان هم همینطور خب فلوی خلوت یه کوچولو اولد اسکول و حالا یه کوچولو که اولد اسکول ولی خشارستان یکم نیوتره من به شخص خودم دوست دارم نیو تر بشنم چون 20 سال اولد شنیدیم و بهتر یکم بیشتر نیو بشنم تو رپ فارسی و خب یکم نیوتره و از لحاظ فلوی خشارسار به نظر من بهتره ولی خب از لحاظ استایلی چون استایلش یکم مدرن و بعضی جایی کم شوختوره یه ذره کمتر از اون حسه یعنی حس بتله رو کمتر میکنه برای همین فکر کنم خیلی ها سر همین چون همین خیلی کوبنده و خیابونی استایلش یکم بیشتر یعنی منطقی تر اون استایل برای چیز بتل و بیشتر بهش میاد اما جنبندی کلی بخوام انگه بکنیم تو فلا به نظر من خشار اس زد چیزو امیر خلوتو و البته خلافش خیلی کم بود اونم یکم چون خیلی قدیمی شده فلا امین امیر خلوت این حسو به آدم میده و فلا خشار اس آر خیلی مواج بود در حالی که فلا خلوت تقریبا یکسان بود یکم زیاد بالا پایین نداشت برعکس خشار اس برای همین مگه بخوام به فلو رای بدم فلو خشار اسا میدم اما اگه بخوایم به استال رای بدیم استایل امیر خلوت بیشتر به این آهنگ میخورد منطقی تر بود برای این آهنگ خیابونی تر بود و بیشتر است اون کل چل که اومدم تورینگ بزنم و میداد برای همین استایلم به امیر خلوت میدم اما از طرف دیگه رایم توی رایما مهندسی رایما جوف رایما خیلی بال بود اگه دقت کنیم اگه کل آهنگ رو بهش بشکافیم که خیلی زیاد میشه و خیلی فکر کنم حوصله سرام میشه برای همین دو تیکشو گفتم یه بارم گفتم اما خب رایما رو من رایما رو با همین خلوت بیشترم هم چون خیلی مخصوصا اون یه تیکه بالا که میگفت وزق کچل و تتل هبل و اینا خیلی باحال بود مهندسی رایم اون یه خیلی خوب بود برای همین رایم و مهندسی رایم میدم به خلوت اما یکی دیگه از مسائل مهم توی بتل و دیس و این حرفا پانچلاینه و تیکه های که به حال تیکه هایی که یاد آدم میمونه یه که خیلی باحاله و من فکر میکنم که ورس خشارسار پانچلایناش بیشتر بود بهتر بود و بهترین پانچلاین آهنگم مال ورس خشیار بود که میگفت با اینکه پر سوتی تو خیابونی نمیشی و به نظر بهترین پانچلاین آهنگ بود خیلی هم بالایی دقت کنی خب خیابونی که گزارشگر همه میشنسین و کلی هم سوتی میده اما اینجا یه کچتابی ریزم داره که مثلا یه خیابونی نمیشی ذهن خیلی هم که آقا تو مثلا خیابونی نمیشی دیگه میدونی حالا نگزارش کرده ولی اینجا میگه با اینکه پر سوتی تو خیابونی نمیشی و خیلی باحال تشبیه اینجا شکل داده به نظرم بهترین پانچ لاین آهنگ بود و پانچ لاین های در کل بهتر بود و مثلا اونجاش که میگه خودم پشمام ریخته و سکت کنه مثلا فکت راست شه حبتی خب این تو استوریش یکیش شنیده بودیم ولی پانچ لاین ها بهتر بود پانچ لاین امیر خلوت یه کوچولو کمتر به نظرم جالب تر بود که مثلا تو بچگی ها مالیدم به صورت واجبی اونجا میگفت و یه جا دیگه میگفت جوادی ولی فاز کازمی داری و فکر می کنم آره به نظر من من میخوام همون چیزو پانچ پانچلاین رو که قسمت مهمی هم هست میدمش به خشرسار در کل تو معیارهایی که من گذاشتم مساوی شدن دو تا رو خلوت گرفت دو تا رو خشرسار برای همین توی ریاکتش هم که بودیم من نتونستم میگم کی بهتره و یکم دیگه سلیقه ای میکنه کارو چون جفتشون واقعا خوب بودن واقعا در یه حد بودن تقریبا حالا یک کوچولو بالا پایین اما نکته جالبی که هست ما اومدیم چیکار کردیم نکته جالب که نه یه نکته دیگه کس ما اومدیم نظر سنجی گذاشتیم چند جا هم توی تلگرام هم توی یوتیوب برای اینکه گفتم برنده بتل مردم مشخص میکنن همیشه همه جا و میخوایم به نظرها و درصد رعی ها نگاه بکنیم میریم توی پیج کوکتل تیوی اینجا و تا اینجا 8400 نفر رای دادن توی یک روزی که گذشته 18 درصد گفتن هر دو 23 درصد گفتن کچی بیتس و 59 درصد گفتن امیر خلوت و خب جالبیش اینجاست که توی تلگرام هم تقریبا آمار اینجوریه تلگرامی که باشیم و همینطور بقیه پوست ها کردیم بقیه جاها امیر خلوت بوده پس از دید مردم خلوت زده و خلوت برنده این بتل بوده خب ما هم خوب گفته بودیم که دلیل بنویسید دلیلاتون چجوریه خب بعضی بعضیها اکس... بعضی که نه اکثرا سلیغهی گفته بودن و خب سلیغه هم یه بخشی از داستانه اما چند نفر بودن که اومده بودن یه نکته رو اشاره کرده بودن گفته بودن امیر خلوت ورس یک بوده و وقتی خب ورس به این قوی یک باشه انتظار میبر بالاتر از ورس دو و حتی اگه ورس دو در حد باشه به چشم نمیاد که خب اینم تا حدودی درسته و واقعا حالا نمیدونم ورس یک و دوری چجوری گذاشتن نمیدونم شیریا خد انداختن یا چی ولی این هم یه کوچولو تاثیر داره امیر خلوت هم که واقعا فوق العاده بود تو این ورسیه یکی یکم انتظار خیلی میبره بالا و شاید خیلی باید خفن تر از مثلا ورس یک باشی که مثلا چشم مردم رو بگیری و این داستان ها و این بود این فهم کنم منطقی ترین نقدی بود که یکی از بچه ها نمیشه بود بقیه تقریبا سلیقه ای بودن این داستان ها و خب این بود نتیجه گیری کلی پس تو این بتل خلوت کچی بیت رو زد با اینکه خیلی تقریبا توی صد بودن اما خب برنده بتلو مردم مشخص میکنن و این بتلو امیر خلوت برد آنگم خیلی خوبه تا الان من که این دو سه روزه زیاد گوشش دادم و میدونم که بازخوردن بالا بوده مردم دوست داشتن امیدوارم که از این حرکاتو بیشتر ببینیم بین ربکنهای دیگه ببینیم و کلا حرکت جالب و بالیه و جفتشون خسته نباشید میگیم و این بردم به امیر خلوت تبریک میگیم و دمشون هم گرم دیگه مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید اگه انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما واسه ما بنویسید کانال تلگرام اونم برید و چیز کنید چی میگم عضو بشید. چرا چون هواشی رو بعضی‌ها رو اونجا میذاریم یعنی اکثرا اونجا میذاریم تمام لینک های اصلی آهنگا ها که مثلا فلان خواننده میگه این آهنگ از اسپاتیفای اختصاصی ما میذاریم اونجا شما میری از اسپاتیفای اسپاتیفای ببخشید ببینی اگه خودش از تلگرام پخش میکنه ازش اجازه میگیریم میذاریم اگه میگه ساند کلاد رو میذاریم اگه تو تلگرام ما عضو باشید میتونید مطمئن باشید که کار خواننده رو از همونجا که خودش میخواد گوش میدید و بروزی تو خبرها چون به حال اخبار رپی یه هفته یه بار تو این یه هفته میتونید با کانال تلگرام بروز باشید و از موزیکایی که میاد لذت ببرید دمتون جرم صحبت دیگه باقی نمیونه امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سی